من های صده هم و من های صده هم که بذاری هر صده هم خودش گفته گفته دو بذارید فقط وقتی منفی باشه یک دوم میشه یعنی قدی نمیشه میشه یک دوم در یک دوم تموم شد پس شد باید. یک چهارم در ده به توان منفی سه قبوله باید. این هم جلزت هیدروکلوریک اسید هم هستش این همون هیدروکلوریک اسید بچه سه و شیشده هم البته میتونستید پنج من های چار... یک و چهارده بذارید اونجوری هم بید. بعد یک و چهارده هم خودش میشه یه نیم و یه هفته هم بچه هایی که حالا بودن میدونن چی میگم اون یعنی میتونستیم اینجا بذاریم پنج منهای یک و چهارده هم این که یک و چهارده هم خودش دیگه قابل تشخیص دیگه یه نیم یه هفته همه خب وارد اون فاز نمیخوام بشم غلزت اینو داریم چند غلزتش؟ مولارش؟ یک چهارم در در به طوان منفی سه چون هیدروکلوریک اسید خودش خب سه فقط بیارزش ارزش نیست دقیقا یک چهارم در ده به توان منفی سه در حجم باید ضربش کنیم حجم من پنجاه میلی لیتر میشه پنجاه در ده به توان منفی سه حاصل ضرب این میشه چی مولار در حجم میشود مول آفرین پس بالاش هم می‌نویسیم یک مول چون ضریب اینا همه یک بود دیم. بله چون یک سر کلاس صحبت کردیم خب بعد گاز من هم کربن دی میگه چند لیتر زیرش می‌نویسم x لیتر بالاشی دی چند لیتر؟ 22 و 14 آفرین چون گفته شرط SCP 22 و 4 این در شرط SCP خواسته بله بله خب خسته نباشید تموم شد سرکار خانم این ایکس من میشه چی الان؟ طرف اینه. این یعنی ضرب این دوتا تمام بذاری بیارمش اینجا 22 و 4 اه. در یک چهارم در پنجاه در دو تا دوتوان دو دو منفی سم داشتیم میشه دوتوان دو منفی شیش خب یک, و و چهار، و و چهار یک چهارم 22 و 4 22 و 4 رو تقسیم بر یک چهارم کنیم میشه 56 تا حالا 56 دام بله؟ زد در 50 بشه میشه 280 چون 50 زد در 50 280 در ده به توان منفی 4 میتونیم دو رقم ممیز بدیم در ده به توان منفی 4 تا فقط این لیتر ها بله؟ واسمون باشه سوال نگفته باشه چند میلی لیتر خیلی باید به این حواستون جمع باشه سوال همون لیتر رو خواسته خدا رو شکر خب میشه چند؟ بله؟ گزینه دو. دو مرسی خب بچه آخرین سوال محاسباتی اسید و باز بعدش میریم سراغ سوالات مفهومی خوب دقت کنیم میگه در دمای اتاق یک و نیم لیتر محلولی که غلظت و اچ منفی در آن برابر اما یه نکته ای رو تکرار کنم بچه ها. ما سر کلاس هر سوالی رو که تموم میکنیم خب بچه‌ای که سر کلاسن رسم این رو میدونن که میگیم آقا این چی شد اون قسمتش چی شد خب چون اینجا حل آزمونیه و زمان ما محدوده متاسفانه من خوشبختانه اول اول تلاش میکنم که سوال و انقدر کوچولو کوچولو تیکه تیکه آروم آروم توضیح بدم که مشکلی پیش نیاد ولی خب ابهاماتی برای بعضی بچا پیش میاد مثلا شاید شاگردی که شاگرد ما نبوده سر کلاس میگن در جان منفی هفت از کجا آوردید؟ بر اون دو تا تست بالاتر خب بخوام این شکلی بکنیم 15 تا سوالمون دو ساعت سه ساعت, ساعت طول میکشه که این استاندارد ما نیستش خانم و ایسی هم میگه تحلیل دهم ده که بعد همین سوال 210 خب در دمای 1.5 لیتر محلولی که غلظت او OH منفی در آن برابر فلان است را با 750 میلیتر لوله باسکن مخلوط می‌کنیم اگر به کمک این مخلوط بتوانیم 3 دهم لیتر از محلول هیدروبرومیک اسید با پی اچ 15 را به طور کامل خنسا کنیم پی اچ محلول لوله باسکن کدام است بچه‌ها بازم طرح گیر داده به همین نکته پی ایچ. نکته چیه من در دمای اتاق 1.5 لیتر محلولی که غلظت او بشه یک دهم ده رو دارم اینو من با رنگ قرمز مشخص می‌کنم خوب دقت میخوام ببینم مقدار او منفیش چقدر چون قرار او اچ منفی باهاش مثبت واکنش بده یک و نیم ضرب میشه در یک دهم ده چون یک و نیم لیتر محلوله که غلظت او منفیش هم یک دهم دیگه ضرب میشه میشه چی میشه 15 100 بعد میگه 750 میلی لیتر لوله بازکن مخلوط کردیم که این مولارش رو نمیدونیم لوله بازکن هم ان او اینم او منفی داره اونم او منفی داره پس چقدر 750 میلی لیتر یعنی 75 صد لیتر 75 صد لیتر چون تقسیم هزار میشه ضرب در ام خب میشه 75 صد ام خب از این طرف گفته این مخلوط رو که هر دو اوهاش منفی داره قرار بیایم با 3 دهم لیتر هیدروبرومیک اسید با پی اچ 15 صدم خنسا کنیم پی اچ به درد من نمیخوره حتما باید تبدیلش بکنم چجوری تبدیلش میکنم دیگه روشی که الان آموزش دادیم فکر کنم بچه که اولین بارشون باشه یه چیزایی فهمیدن دیگه که ما سه ستو تا ستون میزنیم پی اچ لوگ اچ مثبت اینجوری خب که حدود 20 دقیقه تدریسش بود سر کلاس دوره پی اچ شما وقتی 500 صدم باشه به صورت یک من های پنج صدم می نویسید اینجا قرینه میشه میشه 850 صدم من های یک به ازای 85 صدم چند بذاریم خودش گفته گفته هفت بذارید خب اینجا میذاریم 7 زرد داره به جای منفی 1 هم میذاریم 10 به توان منفی 1 پس شد هفت دهم 7 دهم خب پس ما غلظت اچ مثبتش شد...